خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان. مدتی در مثنوی تأخیر شد، یک سه هفته ای نبودیم. حالا خوشبختانه دوباره میتونیم کار ادامه بدیم. در پایان آخرین جلسه ای که داشتیم من گفتم که بعد از اینکه برگردیم یه میان پرده ای خواهیم داشت و به بعد ادامه میدیم شاهنامه رو، منتها به دلایلی تصمیم گرفتیم که داستان فرود رو تموم بکنیم و بعد حالا میان پردمون رو بگذاریم. خب مهمترین دلیلش هم البته این هست که خب یکی این که اون بحث همه پرسی رو من هماهنگ نکردم با کاوه به دلیل همین مسافرت، یکی دیگرش هم این بود که به هر حال وسط قصه فرود هستیم. یه جورایی قصه فرود هم به من این حس رو میداد که انگار که تاریخ هم نسبت به تراژدی ها تبعیض قائله. میدونید تراژدی فی الواقع خارج از ذهن و ضمیر شاعر که وجود نداره. هیچ تراژدی نیست که خود به خود وجود داشته باشه. زندگی ها ممکنه غمبار باشن، زندگی ها ممکنه پر از درد و رنج باشن. درد و رنج زندگی جنبه تراژی یا پتانسیل تراژیک دارن، ولی تراژدی وقتی میشن که یک شاعری اونها رو تبدیل بکنه به یه اثر تراژیک. خب ما خب در مورد سیاوش میبینیم که خب این کار به خوبی صورت گرفته، یه تراژدی بزرگ هست، همه جنبه های کار تراژیک رو آقای فردوسی در مورد سیاوش انجام داده، ولی از خودمون پرسیم چرا فرود اونقدر که سیاوش بزرگ نیست، اون تراژدی اونقدر مؤثر نیست، اونقدر بر سر زبان ها نیفتاده؟ مگر تراژدی با تراژدی فرق داره؟ مگر مرگ با مرگ فرق داره؟ مگر ارزش انسان ها با هم که فرق داره؟ تو همین داستان فرود اگر یادتون باشه در جلسه گذشته ریونیز کشته شد و خب اتفاقا نه تنها برخورد فردوسی با ریونیز برخورد تراژیکی نبود، بلکه اصلا یه جورایی مسخرهش میکرد، میگه این بعد از 40 تا خواهر به دنیا اومده. یادتونه اون بیت رو که این بعد از 40 تا خواهر به دنیا اومده و چاپلوس بوده و اینها، و فرود هم با تمسخر او رو خطاب قرار داد و گفت من تیری میزنم برات که بری بخوابی پلوی در دامن خواهرانت. و برخوردی که شد با مرگ ریونیز برخورد تراژیک نبود، و حتی میتونیم بگیم که اگر شما نگاه بکنید به مثلا خود شخصیت ریو نیز، خب یه سربازیه، در یک جنگ مقدس داره شرکت میکنه، داره میره برای یک انتقام خون سیاوشی که این همه مورد ستایش شاهنامه هست، این همه مورد ستایش مخاطبان شاهنامه هست، توی این جنگ به فرمان فرماندهش کشته میشه و خیلی هم دلاورانه تنها بلند میشه با اسب از کوه میره بالا که با دشمن بجنگه، با دشمنی که حالا معرفی شده به. خب چنین مرگی اگر جنبه تراژیک نداشته باشه، خب دیگه چه مرگی جنبه تراژیک داره دیگه؟ ولی میبینیم که اصلا برخورد تراژیک با این نمیشه. یعنی بنابراین تراژدی توسط شاعر ساخته میشه، تراژدی توسط نویسنده ساخته میشه. یه جور دیگه هم که میتونیم بگیم این که بگیم تراژدی توسط مردم ساخته میشه و اون موقع شاعری میاد این تراژدی که بر ساخته مردم هست رو درونی میکنه و بعد به صورت یه اثر هنری اون رو به ما برمیگردونه و ارائه میکنه. خب اگر بعد این هم باعث میشد که من احساس بکنم که تعهدم نسبت به فرود باید به اندازه تعهدم نسبت به سیاوش باشه. چه فرقی میکنه؟ من وسط داستان سیاوش حاضر نیستم پسم رو ترک بکنم و یه اثر تراژیک رو رها بکنم و برم میان پرده اجرا بکنم، چطوری که وسط قصه فرود حاضرم چنین کاری بکنم؟
این افکار خلاصه در من بود و تا رسیدیم به این جلسه که حالا بریم جلو و قصه فرود رو به پایان برسونیم و بعد اون موقع اون خستگی که میخوام از بررسی شاهنامه در بکنیم رو با یه میان پردهی ادامه بدیم. ضمن این که همینجور که داشتم سخن میگفتم آقای دکتر فرهنگ رجایی رو دیدم یه لحظه تصویرشون رو، خیلی خیلی خوشحال شدم، دلم براشون تنگ شده. امیدوارم باشن و بمونن با جلسه، اگر مطلبی هم دارن بفرمون که بشنویم. خب ما رسیده بودیم به اون صحنه مرگ به اصطلاح جناب ریو نیست با همین توضیحی که دادم، و برای اینکه حالا دوستان در جریان قرار بگیرن با توجه به اینکه یه بادی خورده تو جلسه، یادمون هست که لشکری از طرف ایرانیان راه افتادن برن برای انتقام خون سیاوش به توران، و فرمانده این لشکر طوس هست و طوس در واقع یه اختلافی داشت با بر سر جانشینی کیکاووس، حالا کیکاووس هم هنوز البته زنده است، ولی بر سر جانشینی کیکاووس با خاندان گودرز، و خاندان گودرز به طور جدی طرفدار کیخسرو بودن و خود این خاندان در واقع گیو رو فرستاده بودند که بره و که خسرو رو بیاره، و اون هم رفته بود و 7 سال در او بیابانها تلاش کرده بود به صورت به اصطلاح متنکروار، به صورت ناشناخته گشته بود اونجا و بعد بالاخره پیدا کرد شاه رو و شاه رو برگردوند، که خسرو رو برگردوند و حالا آمده اینها یه سری ضیافت ها درست کردن در ایران و کیخسرو رو در واقع پیشنهاد کردن به عنوان جانشینی، ولی طوس کسی بود که مخالفت میکرد و میگفت باید برادر سیاوش به قدرت برسه، و اینجا بود که این اختلاف باعث شد که کیخسرو پیشنهاد بکنه یا کیکاووس، که کاووس پیشنهاد بکنی که برن دژ بهمن رو، اگه یادتون باشه برن دژ بهمن رو هر کدوم تونستن فتح کنن، همون میتونه پادشاه بعدی بشه یا سلطنت به اون میرسه. و خب اول که برادر کی سیاوش اسمش چی بود یادم رفت، با طوس رفتن شکست خوردن، فریبرز نه فریبرز با نه آه فریبرز بله 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 فریبرز مطمئنی نجمه؟ سیاوش فریبرز دیگه، پسر کیکاووس، فریبرز کاووس، بله بله راست میگی. فریبرز با طوس رفتن و شکست خوردن و نتونستن به خاطر که اون قلعه جادو بود، و بعد کیخسرو رفت و پیروزمندانه برگشت و حالا جانشین شد. این جانشینی مصادف شد با این همین فرستادن همین لشکری که الان داریم ازش سخن میگیم که به فرماندهی طوس هست، طوسی که مخالف بود با به قدرت رسیدن کیخسرو، و طوس یه مسیری رو تعیین کرد و لشکر از یه مسیر، ببخشن، کیخسرو مسیری رو تعیین کرد، گفت از این مسیر نرید، ولی فرمانده داره از فرمان پادشاه تخطی میکنه، از اون مسیری نباید میره و در راه برخورد میکنه به قلعه ای که فرود و جریره مادر فرود در اون هستن و اونها در یه ارتفاعاتی هستن و لشکر اون پایینه، و فرود با کمک تخار داره در واقع نفرات ایرانی رو شناسایی میکنه و بهش مادرش گفته که بهرام یا زنگه شاوران رو در واقع تو باید مورد اعتماد هستن، باید رازت رو به اونها بگی، با اونها سخن بگی، اونها از تو حمایت میکنن. خوشبختانه بهرام هم اول میاد و با فرود ملاقات میکنه و متوجه میشه که آره این فرود هست، این پسر سیاوش هست، خال روی بدنش رو چک میکنه و بعد حالا میگه که تو
پسر سیاوشی، من یاد سیاوش میندازی، ولی فرمانده لشکر توسه و من توس بیخرده و من رو من میترسم از اینکه چه اتفاقی بیفته. و میگه من میرم و سعی میکنم توس رو مجاب کنم که تو بیای با ما و در این لشکر قرار بگیری و اینها. اون اصلا دعوت میکنه از توس، میگه بگو بیا اینجا با لشکر بمونن یه مدتی، مهمون من باشن. وقتی که آقای چیز برمیگرده، آقای بهرام برمیگرده پیش توس، توس میگه نه من به تو دستور داده بودم بری این جوان رو از اون بالا بیاری پایین و تو رفتی با اون مذاکره کردی، قرار نبود بری مذاکره کنی. اینجا بود که داماد خودش رو که همین ریو نیز باشه فرستاد بالا که اصلا بره سر این جوان، چون که نمیدونست این جوان کیه، بره از بالای کوه سر این دو نفر رو بیاره، اینها رو بکشه و بیاره پایین، و ریو نیز به دست فرود کشته شد. ما رسیده بودیم به اینجا که ریو نیز به دست فرود کشته شد. حالا الان داریم اینو ادامه میدیم. ببینن میگه که تو بیتش میگه 40 خواهر هستش، اینا رو تخار داره میگه که آقای ریو نیز 40 تا خواهر داره، 40 خواهر هستش چو خرم بهار، پسر خود جز این نیست اندر تبار، فریبنده و ریمن و جابلوس، جوان و دلیر است و داماد توس. وقتی که داره ریو نیز میاد بالا داره میپرسه فرود از تخار که این کیه و اون داره اینو معرفی میکنه. چون این گفت با مرد بینا فرود، که هنگام کین این نشاید ستود، چون آید به پیگار گنداوران، بخوابمش بر دامن خواهران. گفت من ربطی نداره که این پسر بعد 40 تا دختره، حالا که اومده به جنگ باید به جنگ. برو گر کند باد کلکم گذر، اگر زنده ماند به مردم مدار، برو گر کند کلک باد کلکم گذار، اگر زنده ماند به مردم مدار. من دیگه ربطی به من نداره، اگر باد نیزه من برو بخوره اون خواهد مرد. به تیر اسب بیجان کنم گر سوار. حالا داره میپرسه تخار اینجا یه راهنمایی بسیار بسیار بدی میکنه به فرود. فرود اینجا ازش میپرسه به نظر تو اسبشو بزنم یا خودشو بزنم؟ خب تخار که خردمند بود باید به اون میگفت که اسبش رو بزن. حالا هنوز کشته ای نداده بود این قضایا، این درگیری ها، چرا خود او رو بزنه؟ در واقع به تیر اسب بیجان کنم گر سوار، چه گویی تو ای کار دیده تخار؟ بدو گفت بر مرد بکشای بر، یعنی سوار رو بزن. بدو گفت بر مرد بکشای بر، مگر توس را زوب سوزد جگر. چرا مگر توس را زوب سوزد جگر؟ به خاطری که تخار شنیده بود که بهرام چه گفت. گفتیم اول بهرام اومد بالا، بهرام بود که وقت به توس، به فرود و تخار گفت که توس نابخرد مخالف خسرو بوده، یعنی برادر همین فرود کیخسرو مخالف اون بوده، موافق بر سلطنت فریبرز بوده. این حرف ها باعث شد که یک کینه ای در دل تخار ایجاد بشه که ما باید پوک این آقای توس رو بسوزونیم و نوکش رو خلاصه بچینیم. و به خاطر همین گفت که بدو گفت بر مرد بکشای بر، مگر توس را زو بسوزد جگر. گفت بهتر اینجا جگر توس رو بسوزیم که از غلط ها نکن. بداند که تو دل بیاراستی، که با او همی آشتی خواستی، چون این با تو بر خیره جنگ آورد، همی بر برادرت ننگ آورد. برادرت یعنی همون کیخسرو. میگه که بداند که تو دل بیاراستی، میگه اون میدونه، این بداند یعنی میدونه، میگه اون میدونه که تو راه آشتی در پیش گرفتی. دل بیاراستی اینجا یعنی حاضر به صلح بودی، حاضر به کنار اومدن بودی، خودت همراهی میخواستی بکنی، که با او همی آشتی خواستی، چون این با تو بر خیره جنگ آورد،
همی بر برادرت ننگ آورد. چو با تیر نزدیک شد ریو نیز، به زه برکشیدان خمانیده شیز. ز بالا خدنگی بزد بر برش، که بردوخت با ترگ رومی سرش. شیز یه نوع چوب هست و عموما هم تو فرهنگ ها نوشتن آبنوس، ولی چون که چوب به اصطلاح خیلی مناسبی برای ساختن کمان بوده، مطلق کمان رو هم میگن شیز. یعنی گاهی اوقات به معنی چوب آبنوس به کار میره، گاهی اوقات به معنی کمان به کار میره. خب میگه به زه برکشید آن خمانیده شیز، آن خمانیده کمان را. چو با تیر نزدیک شد ریو نیز، یعنی اومد تو محدوده تیر رس. ز بالا خدنگی بزد بر برش، که بردوخت با ترگ رومی سرش. بیفتاد و برگشت از او اسب نیز، به خاک اندر آمد سر ریو نیز. به بالا چو توس از میم بنگرید، شد آن کوه بر چشم او ناپدید. و خب این صحنه ها رو داشت از دامنه، یعنی از میم. میم اسمی هم منطقه است و در واقع این کوه در این منطقه میم هست که حالا بر بالای این کوه فرود و تخار ایستادن و قلعه شون هم در همون ارتفاعات هست. به نظرم اگه اشتباه نکنم جرم کوه. میگه به بالا چو توس از میم بنگرید، شد آن کوه بر چشم او ناپدید. یعنی کوه در چشم او تیره و تار شد، انگار دیگه کوهی نبود، کوهی نمیدید. وقتی که ریو نیز کشته شد، کوه دیگه دیده نمیشد. یه نکته اینجا فردوسی به کار کرده، گفته ببینن چنین داستان زد یکی پرخرد، که از خوی بد کوه کیفر بره. و اینجا یه امر نامحسوس رو تبدیل به یه امر محسوس کرده. یه صنعتی در شعر فارسی هست، میگیم بهش صنعت تجسیم. صنعت تجسیم یعنی مجسم کردن امری که غیر قابل مجسم کردنه. مثالی که من همیشه میزنم و مثال خیلی دلچسبیه برای من، بیتی هست از مولوی که میگه که در سینه دلم یک سره از غیر تو ببرید، محسوس شنیدم من آواز بریدن. خب آواز بریدن دل را که کسی نمیشنوه. این که ما از یک کسی دل میبریم، که این بریدن ربطی به اره نداره، ربطی به تیشه نداره، ربطی به چیزی نداره. میبینن امر غیر مجسم رو مجسم میکنه، میگه محسوس شنیدم من آواز بریدن. در این بیت فردوسی هم ما یک شبه تکسیمی داریم. چرا؟ به خاطر یه ضرب المثلی وجود داشته حالا در زمان فردوسی، که میگفتن که خوی بد، اخلاق بد به کوه رو به زمین میزنه. کوه هم که باشی، اخلاق بد تو رو به اصطلاح نابود میکنه، به زمین میزنه. یه همچی چیزی، یه همچی ضرب المثلی وجود داشته. میگه چون این داستان زد، یعنی ضرب المثل گفت، یکی پرخرد، یه دانایی ضرب المثلی گفت. ضرب المثل این بود که از خوی بد کوه کیفر برد. خب این از کوی بد کوه کیفر برد ضرب المثلی که وجود داشته و ربطی به واقعا کوه نداره، یعنی مجسم کردن یک کوهی که واقعا ناپدید شده در چشم توس. الان میگه توس داره نگاه میکنه بالا، میبینه ریو نیز کشته میشه، دامادش، و خیلی هم ریو نیز رو دوست داشته. نگاه میکنه برعکس نظامی بوده، دیده نظامی میگه شاخ گاوی بدتر از داماد نیست. این اینجوری فکر نمیکرده، دامادش رو دوست داشته. ما جلوتر بریم میبینیم که چقدر دوست داشته ریو نیز رو. میگه چون این داستان زد یکی پرخرد، که از خوی بد کوه کیفر برد. میگه این همون ضرب المثله و اون کوه ناپدید شد در چشم توس. خب اینجا دیگه در واقع شروع یه تراژدی هست که اتفاقی که نباید بیفته افتاده
و حالا دامینو افکتش و این ضربات پشت سر هم میخواد اتفاق بیفته تا اون فاجعه شکل بگیره. چون این گفت پس پهلوان با زرسب، که بفروز دل را چو آذرگوش هست. و توس به پسرش یعنی زرسب حالا داره خطاب میکنه، میگه که دامادمون رو کشتن، بلند شو. سلیح سواران جنگی بپوش، به جان و تن خیشتن دار گوش. به جان و تن خیشتن دار گوش، گوش داشتن یعنی مراقبت کردن. به جان و تن خیشتن دار گوش، تو آخرین لحظه پدر داره به پسر میگه مواظب جونت باش، مواظب زندگیت باش، خودتو بپا. سلیح سواران جنگی بپوش، به جان و تن خیشتن دار گوش. تو خواهی مگر کین آن نامدار، وگرنه نبینم کسی خواستار. میگه الان تویی که میتونی انتقام بگیری. زرس با آمد و ترگ بر سر نهاد، دلی پر ز کینه سری پر ز باد. چنین گفت شیر ژیان با تخار، که آمد دگرگون یکی نامدار. شیر ژیان اینجا یعنی فرود. فرود به تخار گفت که یکی دیگه اومد، یکی دیگه داره میاد، ببین تا شناسی که این مرد کیست. یکی شهریار است گر لشکری است. این کیه دیگه حالا داره میاد بالا. چنین گفت با شاه جنگی تخار، که آمد گه گردش و کارزار. گردش همون کارزاره، گردش یعنی جنگ، عبارت بگرد تا بگردیم یعنی به جنگ تا به جنگیم در واقع. که آمد گه گردش و کارزار، که این پور توس است و نامش زرسب، که از پیل جنگی نگرداند اسب. گفت که الان دیگه موقع جنگه، این دیگه از جنس اون ریو نیز نیست، این پور توس هست، اسمش زرسبه و کسیه که اسب بر نمی گرداند، پشت نمی کند، فرار نمی کند از پیل جنگی، که جفت است با خواهر ریو نیست. به کین آمده است این جهانجوی نیست. خب معلوم شد دوتا به اصطلاح خواهرای همدیگر گرفته بودن، یعنی از طرفی ریو نیست خواهر زرسب گرفته بوده، حالا اینجا هم داره میگه که جفت است با خواهر ریو نیست، یعنی زرسب هم خواهر ریو نیست گرفته بود. چو بیند بر و بازو و مغفرت، خدنگی بباید گشاد از برت. بداند سپهدار دیوان توس، که ایدر نبودیم ما بر فسوس. خب میگه که باید نشون بدی به توس که ما مسخربازی اینجا نیستیم. که ایدر نبودیم ما بر فسوس یعنی ما اینجا علکی نیومدیم حالا تصادفی یه تیری بزنیم یکی رو بکشیم. ما اینجا واقعا قلعه بانیم، نگهبان قلعه ایم، اینجا منطقه ماست، باید به ما احترام بذاره. خلاصه چیه هی نفر میفرسته بالا، ما که پیغاممون دادیم. فرود سپهبد برانگیخت اسب، یکی تیر زد بر میان زرسب، که با جوشن از بر تنش را بدوخت، روانش ز پیکان خون برفروخت. بیفتاد و برگشت از او بادپای، همی شد دمان و دنان بازجای. خب کی بازجای شد؟ بادپای، یعنی بادپای یعنی اسبش دمان و دنان بازجای شد. اسب بی سوار برگشت به سمت لشکر ایرانیان در حالی که دمان و دنان بود، یعنی نفس نفس میزد و دندان قروچه میرفت. خلاصه دنان یعنی دندان فشو، که اسبان واقعا اینجوری هست، یعنی دمان و دنان رفتن واقعا صفت اسبه. خروشی برآمد از ایران سپاه، همه برگرفتند گردان کلاه. دل توس پرخون و دیده پراب،
بجوشید بپوشید جوشن هماندر شتاب. اینجا بود که طوس احساس کرد که خودش باید بره و دیگه چاره ای نیست، چون میدونیم بزرگترین پهلوانان طوس و قهرمانانی که در سپاهش بودن همه گودرزیان بودن و طوس اینجا پشت کرده بود به گودرزیان. بهرام آمده بود، بهرام که از گودرزیان هست آمده بود و به اینها گفته بود که، و الان هم از گودرزیان زیاد هستن تو لشکرش، هم روحام هست، هم بهرام هست، هم گیو هست، هم بیژن هست، اینها همه گودرزیان و اینها پهلوانان بزرگی هست. و حالا این نمیخواد واقعا به اینها مراجعه کنه، میخواد با همون قوای خودش در واقع کلک فرود رو بکنه. این هست که خودش لباس رو میپوشه و در ضمن حالا فکر کنید پسرش و دامادش هم کشته شده. ز گردان جنگی بنالید سخت، بلرزید بر سان برگ درخت. نشست از بر زین چو کوهی بزرگ، که بنهند بر پشت پیلی سترگ. میگه نشست بر زین مثل اون که کوهی بزرگ رو بذارن بر پشت یک فیلی. ببینید یک نوع از تشبیه هست که گاهی اوقات تو بعضی از نوشته ها به این تشبیه میگن تمثیل، و فردوسی خیلی اهل این نوع تشبیه نیست. از قضا در مثلا ایلیاد که به اصطلاح کتابیست معادل شاهنامه توی فرهنگ کهن یونانی، خیلی این تشبیه، این نوع تشبیه تمثیل زیاد هست. یعنی مثلا به پرواز در آمدن پرندگان به صورت دست جمعی تشبیه میشه به لشکری که حالا از ترس مثلا حمله دشمن یهو پای به گریز میذارن. یعنی یک کیفیت به یک کیفیت تشبیه بشه، نه یک شی به یک شی تشبیه بشه. ببین ما وقتی که یه چیزی رو، یک واحدی رو به یه واحد تشبیه میکنیم، خب این تشبیه، مثلا میگیم قد فلانی مثل سروه. ولی یه وقتی یک کیفیت رو به یک کیفیت تشبیه میکنیم، مثلا میگیم بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد غضبان. یعنی باید یه گل سرخی باشه، روش یکم شبنم بشینه، یه کیفیتی از یه ترکیب ایجاد بشه، بعد یه زیبارویی باشه، اون زیباروی عصبانی بشه، در اثر عصبانیت صورتش قرمز بشه، عرق کنه، اون عرق روی صورت قرمز مثل اون شبنم بشه روی گل سرخ. به این نوع تشبیه میگن تشبیه تمثیل. بینه میگه بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد غضبان. حالا اینجا فردوسی یه تشبیه تمثیل به کار برد که خیلی نادره در شاهنامه. میگه نشست از بر زین چو کوهی بزرگ، که بنهند بر پشت پیلی سترگ. این شروع به نظر من بازی تشبیه تمثیل هست در شعر فارسی، که فردوسی داره شکلای اولیه این را به ما نشون میده. انان را بپیچید سوی فرود، دلش پر ز کین بود سر پر ز دود. و باز دوباره نگاه کنید این بازی به اصطلاح قافیه مضاعفی که درون بیت هست، بازی زیباییه. نگاه کنید میگه انان را بپیچید سوی فرود، دلش پر ز کین بود سر پر ز دود. این تکرار قافیه در این زیباست. تو خار سراینده گفتن زمان، که آمد بر کوه کوهی دمان. خب سراینده دیدید که ما در شاهنامه به چندین معنی ازش به اصطلاح فهمیده میشه. یه معنیش مثلا رسول هست، پیغام گذار هست، یه معنیش خواننده هست، یه معنیش به معنی سخنگو هست، و اینجا به معنی داهی، یعنی کسی که مشاوره میده، کسی که در واقع داره
راهنماست. خب میگه تخار سراینده گفتن زمان، که آمد بر کوه کوهی دمان. من فکر میکنم که بر کوه اینجا به معنی این کوهی نیست که آقای چیز روش ایستاده، آقای فرود و تخار بالاش ایستادن، و منظور واقعا شخص فروده. میگه کوهی به استقبال کوهی آمد، میگه که الان دیگه خود طوس آمد، یعنی یک کوه داره میاد به دیدن یک کوه. دیدین بعدها توی ادبیات عرفانی ما ملاقات دوتا بزرگ رو میگن ملاقات دو دریا، دریایی به دیدن دریایی میره. این تو ادبیات عرفانی ما زیاد میبینیم که دریایی مواجه میشه با یه دریایی. ولی تو شاهنامه میبینیم که داره میگه که آمد بر کوه کوهی دمان، سپهدار طوس است که آمد به جنگ، نتابی تو با کار دیده نهنگ. بهش گفت این دیگه از اون شوخی بردار نیست، تو بهتر بری. این تخار به فرود جوان اینجا گفت بهتره که ترک کنی این صحنه رو، بری، یعنی بری در واقع تو قلعه. برو تا در دز ببندیم سخت، ببینیم تا چیست فرمان بخت. تا اینجا یعنی بیا تا، خب پس میشه برو بیا تا در دز ببندیم سخت، یعنی بیا که در دز را بر او ببندیم. بر او تا در دز ببندیم سخت، ببینیم تا چیست فرمان بخت. چو فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی، اکنون میندیش بزم. فرود جوان تیز شد با تو خار، که چون رزم پیش آمد و کارزار، چه توس و چه پیل و چه شیر ژیان، چه جنگی نهنگ و چه ببر بیان. و چه فرق میکنه دیگه الان برام من توس و شیر و ببر و اینا برام الان دیگه فرق نمیکنه. به جنگ اندرون مرد را دل دهند، نه بر آتش تیز بر گل نهند. تو داری آتش من خاموش میکنی، با دل بدی به من دیگه، من الان رفتیم جلو دیگه، کشتیم پسر رو، کشتیم دامادم، کشتیم دیگه، حالا الان این چیزا یعنی چی؟ برگردیم و قلعه رو ببندیم و اینا یعنی چی؟ چون این گفت کار آزمود تخار، که شاهان سخن را ندارند خار. گفت ببین من دارم مشورت بهت میدم، بزرگی تو این نیست که تو فکر کنی هر چی دلت خواست انجام میدی، من دارم بهت مشورت میدم، سخن رو خار مگیر، به حرف من فکر کن. چون این گفت کار آزموده تو خار، که شاهان سخن را ندارند خار. تو هم یک سواری اگر زاهنی، همی کوه خاراز بن برکنی. از ایرانیان نامور 30,000 به جنگ تو آیند بر کوهسار، نه دز ماند ایدر نه سنگ و نه خاک، سراسر به پای اندر آرند پاک. سراسر به پای اندر آرند پاک، این تمام دز را و تمام خون زندگی تو را خاک میکنند، گرد میکنند، به پای اندر آرند پاک. پاک یعنی یک سره. به کین پدر تندر آید شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گفت تازه ما هرچی که اینا رو اینجا معطل بکنیم، کین پدر تو رو اینا دارن میرن بگیرن، و تو داری در اون کین خواهی پدرت هم شکست ایجاد میکنی. چقدر دیر، چه راهنمایی خوبی، و چقدر دیر این راهنمایی رو تخار داره به فرود میده. و خود در واقع سراینده هم تذکر میده اینه، میگه سخن هرچه از پیش بایست گفت. اینا قبلا باید میگفت.
این حرفا مال الان نیست، این حرفا اون لحظه ای بود که ریونیز اومده بالا. چرا ریونیز رو اون موقعی که میخواست بکشه این حرفا رو نزدم من یا نزدی ای تخار؟ سخن هرچه از پیش بایست گفت، نگفت و همی داشت اندر نهفت. اون موقعی که باید میگفت نگفت و اینها رو در نهانخانه جانش پنهان کرد و حالا که باید بگه و حالا که میگه دیگه دیر شده. ز بیمای دستور ناکاردان ورا جنگ سود آمد و جان زیان. میگه وقتی که تو یک راهنمای نابخردی داشته باشی اون وقت جنگ برای تو سود میشه، جنگی که سراسر زیانه میشه سود تو و جان تو این وسط ضرر تو میشه و تو زیان میکنی و جانت رو میبازی. چقدر این لحظه لحظه تراژیکی هست واقعا بر فراز و کوه. حالا فرود چکار کنه با این اتفاقی که افتاده؟ فرود جوان را دز آباد بود، به دزبر پرستنده 80 بود. حالا این قلعهش هم قلعه کوچکی نبود، کلی حرم داشت اونجا. پرستنده بر دز 80 تا آدم داشتن از اون بالا به این نگاه میکردن. دختران بفشرده گردن بندها در مشت، به تعبیر که سیاوش کسرایی میگه، دختران بفشرده گردن بندها در مشت داشتن نگاه میکردن به این. همه باره بر ماه نظاره بود، ز دیبای چینی یکی باره بود. باره اینجا یعنی بارو و بارو اینجا یعنی دز، همین دزی که داره میگه که ما امروز میگیم دش. و در این دز میگه این از سنگ انگار ساخته نشده بود، این از دیبای چینی ساخته شده. دیبای چینی یعنی پرنیان، یعنی معمولا دیبای چینی وقتی میگه لباس زنان رو میگه بیشتر، نه اینکه معمولا، نه بعد گفتم، بیشتر لباس زنان رو میگه و اینجا هم به نظر من داره زنان رو توصیف میکنه نه مردان رو. یعنی پرستنده ای که میگه بیشتر منظورش زنان. میگه همه باره بر ماه نظاره بود، داشتن نگاش میکنه. ز دیبای چینی یکی باره بود، از آن بازگشتن فرود جوان، از ایشان همی بود تیره روان. با خودش میگفت چی من برگردم کنف میشم جلوی اینا همه؟ میگن خب سپاهی اومد، برگشتی اومدی تو درم بستی، این لشکرم اونجا 30,000 تا لشکر اونجا هستن، خب فرماندهشونو میکشتی لااقل دیگه، اومدی برگشتی چه؟ انان برگرایید و بفشارد ران، خدنگی نهاده به دست و کمان نهاده به دست. یه نهاده به دست اینجا حسب به قرینه لفظی است، در واقع میگه انان برگرایید و بفشارد ران، خدنگی نهاده به دست و کمان نهاده به دست. چنان گفت با شاه جنگی تو خار، که گر جست خواهی همی کارزار، نگر نام ور توس را نشکنی، تو آن به تو را آن بهایت که اسب افکنی. گفت این یکی رو دیگه خودشو نزن، اسبشو بزن. در صلح رو اینجا دیگه یه ذره بتونیم باز نگه داریم. که از ایران پیاده نسازند جنگ، اگرچه بود کار دشخار و تنگ. خب اینجا باز دقت بکنید، میگه که یک خصوصیتی ایرانیان دارن که اینها اگر تنگنام هم بیفتن پیاده جنگ نمی کنن. انگار پیاده جنگ کردن دون شأن توسه، پیاده جنگ کردن دون شأن فرمانده لشکره.
و میگه اگه حتی به مهلکه بیفته حاضری پیاده جنگ بکنه، بر میگرده. میگه به خاطر همین اسبشو بزن که این بر میگرده، این حاضر نیست پیاده بیاد بالا جنگ رو ادامه بده. و دیگر که باشد که او را زمان نیاید به یک چوب تیر از کمان. غیر از او نکتش اینه که تو با یه دونه تیر نمیتونی اینو بکشی. چو آید سپهبد بر این تیغ کوه، بیاید پسش بیگمانی گروه. تو را نیست در جنگ پایاب اوی، ندیدی بروهای پرتاب اوی. فرود از تخاران سخنها شنید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. خب برو یعنی ابرو، مخفف ابرو هست و تو شعر منوچهری هم به کار رفته، تو شاهنامه هم زیاد به این صورت به کار رفته. پایاب هم یعنی مقاومت. قبلا راجع به این کلمه با هم گفتگو کردیم، گفتم که غیر از شاهنامه پایاب هم در شعر سعدی هم در شعر حافظ هم به کار رفته به این معنی. ولی جالب هست که با اینکه در شاهنامه و در شعر حافظ و سعدی به کار رفته، اصولا کلمه‌ای نیست که خیلی همه جا تو ادبیاتمون به این معنی، این پایاب به معنی پایداری به کار رفته باشه. و اصولا هم لغتنامه نویسا در موردش مرددن، یعنی میگن پایاب یعنی جایی که در واقع آب میرسه تا پای آدم، تا زانوی آدم، مثلا تا مچ پای آدم. ولی اعتراف دارن همه که خب فردوسی و سعدی و حافظ هر دو اینها به این معنی به کار بردن. تو را نیست در جنگ پایاب اوی، ندیدی بروهای پرتاب اوی. فرود از تخاران سخنها شنید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. خدنگی بر اسب سپهبد بزد، چنان که از کمان سواران سزد. نگون شد سر بارگی جان بداد، بارگی یعنی اسب. اسب مرد، دل توس پرکین و سر پرزباد. و سر پرزباد یعنی اون غوغا و شوری که در سر انسان هست و اون غروری که در سر انسان هست. به لشکرگاه آمد به گردن سپر، پیاده پر از گرد و آسیم سر. گواژه همی زد پس او فرود، که این نامور پهلوان را چه بود. که ایدون به پای آمد از یک سوار، چگونه چمد در صف کارزار. گواژه یعنی تسخر. و آقای فرود هم حالا از بالا داره تسخر میزنه، مسخره میکنه توس رو، توسی که پیاده شده، و میگه که از یک سوار، سواری بود که از یک سوار، نه از یه لشکر، از یک سوار به پای آمد. که ایدون به پای آمد از یک سوار، یعنی شکست خورد. چگونه چمد در صف کارزار؟ این چجوری، چه سواریه، این کیه؟ پرستندگان خنده برداشتند، همی از جرم نعره بگذاشتند. صدای هلهله کل کشیدن زنان از توی جرم، از تو کوه پخش شد و توس در حالی که گرد روی تنش نشسته بود، سپر برگردنش آویزون بود، پیاده برگشت به طرف سپاه ایران. که پیش جوانی یکی مرد پیر، از افراز غلطان شد از بیم تیر. سپهبد فرود آمد از کوه سر، برفتند گردان به انبوه بر. که ایدر تو باز آمدی تندرست، به آب مژه رخ نبایست شست. همه خدا رو شکر و خدا رو شکر و خدا رو شکر میگفتن، که میگفتن که خدا رو شکر که الان که تو کشته شده بودی ما الان باید گریه میکردیم و باید به آب مژه باید رخمون رو میشستیم. و بپیچید از آن کار پرمایه گیو،
که آمد پیاده سپهدار نیو. و گیف اینجا تحمل نکرد این رقت و این ضعف توس رو و بلند شد به پیچید، یعنی خشمگین شد و بلند شد و خودش اقدام بکنه برای اینکه بره و این فرود رو از اون بالای کوه بکشه پایین. یادتونه که گیف یک تنه چجوری با دو تا لشکر جنگید. چون این گفت که این را خود اندازه نیست، رخ نامداران بدین تازه نیست. ما اینجا جای خندیدن و جای اینها نیست، این جای گریه کردنه این قضیه. اینجا اگر شهریار است با گوشوار، چه گیرد چون این لشکر گشت خار. اصلا ولو اینکه این فروده، چون بهرام آمده بود به گیف گفته بود آقا این فروده و این پسر سیاوشه، گفت اگر شهریار است با گوشوار، اصلا ما فرض کنیم خود پادشاه، اصلا خود سیاوش، چه گیرد چون این لشکر گشن خار. این داره فرماندهای لشکر ما رو اینجوری تحقیر میکنه، این چه وضعیه، این چه نوع همتی داره، این چه ایرانیه. نشاید که باشیم هم داستان، زهرگونه ای کوزنت داستان، هر کار دلش خواست با ما بکنه. اگر توس یک بار تیزی نمود، زمانه پرازار گشت از فرود. یه بار یه توس یه حرفی زده گفته برن مثلا اینو بگیرن کتکش بزنن بیارنش پایین و ببینم این مدکی اون بالا با عصبانیت نفراتش رو فرستاده. این که داره لطوپار میکنه که زمانه پرازار گشت از فرود، همی جان فدای سیاوش کنیم، نباید که این کین فراموش کنیم. ما آمدیم بریم کینه سیاوش رو بگیریم و اینجوری که الان بند این فرود شدیم که اصلا مأموریتمون هم داره ضایع میشه. زرسب گرانما یزو شد به باد، سواری سرفراز نوزر نژاد. یعنی همون زرسب، چون زرس پسر توس بود و توس هم پسر نوزر. سواری سرفراز نوزر نژاد، به خون است غرقه تن ریو نیز، از این بیش خاری چه جوییم نیز. گروپور جم است و مغز قباد، یکی درب نادانی اندر گشاد. هر کی میخواد باشه، اگر پور جمه بعد پسر جمشیده و از تیره و تبار قباد هست و که هست، ما میدونیم که هست، یکی در به نادانی اندر گشاد. همی گفت و جوشن همی بست گرم، همی بر تنش بر بدرید چرم. پوستش داشت پاره میشد، نشست از بر اژدهای دژم، خرامان بیامد به راه جرم. فرود سیاوش چون او را بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. همی گفت که این لشکر رزم ساز، ندانند راه نشیب از فراز. گوی اینا خسته نمیشن، هی نفر میفرستن برن به راه نشیب، چکار به این راه فراز برن. همه یک ز دیگر دلاورترند، چو خورشید روشن به دو پیکرند. مثل خورشید در صورت فلکی جوزا قرار دارن، عظمت دارن. خورشید در حمل خیلی خیلی بزرگه و یکی هم در جوزا خیلی درخشان. همه یک ز دیگر دلاورترند، چو خورشید روشن به دو پیکرند. ولیکن خرد نیست با پهلوان، سر بی خرد چون تن بی روان. نباشند پیروز ترسم بکین، مگر خسرو آید به توران زمین. گوه اینجوری که اینا بی خردی میکنن و اینجوری هی نفراتشون میفرستن به کشتن میرن، و اینا انتقام بگیر نیستن و اینها به سر نمیرسن برن انتقام خونه
پدر منو میگیرن، آخرش اینا شکست میخورن و خود کیخسرو مجبور بیاد و این انتقام رو بگیره. مگر خسرو آید به توران زمین، به کین پدر پشت آوریم. و وقتی خسرو بیاد اون وقت ما دو تا برادر میتونیم پشتامون بدیم به هم و کین سیاوش رو بگیریم. مگر دشمنان را به مشت آوریم، بگو کین سوار سرفراز کیست، که بر دست و تیغش بباید گریست. نگه کرد از افراز بالا تخار، به بیدانشی بر چمن کشت خار. بدو گفت کین اژدهای دژم، که مرغ از هوا اندر آرد به دم، که دست نیای تو پیران ببست، سلش در ز توران به هم بر شکست، یا سه لشکر ز توران به هم بر شکست. چرا میگه به بیدانشی بر چمن کشت خار؟ ببینم وقتی ما میپرسیم که این کیه، خیلی مهمه که فردی که داره به ما راهنمایی میده یا معرفی میکنه با چه صفتی از او حرف بزنه. من میگم که این کیه، میگه که این همونیه که مثلا ترانه فلان خونده، یا بگیم این همونیه که فلان سرود مثلا بزرگ رو خونده. خب خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه چه صفتی از یه فرد رو شما بگی در معرفی اون فرد. چه لزومی داشت الان اینجا تخار بگه این کسی هست که پیران ویسر این کاری کرده اون کاری کرده، دست پیران ویسر بسته؟ و پیران ویسر پدر بزرگ آقای فرود هست، جریره مادر فرود دختر پیرانه. این لزومی نداشت الان اینو بگه. نگاه کنه میگه نگه کرد از افراز بالا تو خار، از اون بالای کو به بالای این پهلوان نگاه کرد، به قد و بالای این نگاه کرد، به بیدانشی بر چمن کشت خار. یک گل خرزهره‌ای کاشت، یک گل به قول ما کرمونی ها چشخرابویی کاشت، به جایی که گل سرخی بکاره یک خاری کاشت. بدو گفت که این اژدهای دژم، این کسی که داره میاد، که مرغ از هوا اندر آرد به دم، میتونه با نفسش مرغ از آسمون بکشه پایین، که دست نیای تو پیران ببست. این همونی که پدر بزرگ تو را اسیر کرد. سه لشکر ز توران به هم برشکست، بسی بی پدر کرد فرزند خورد، بسی کوه و رود و بیابان سپرد. پدر نیز از او شد بسی بی پدر بی پسر. میگه میدونی چقدر پدرها رو این اومد در توران بی پسر کرد؟ به پی بسپرد گردن شیر نر، و با پاش گردن شیران نر را فشار داد. به ایران برادرت را او کشید، به جیهون گذر کرد و کشتی ندید. و میگه وقتی که خواست برادرت رو ببره، کشتی هم تازه لازم نداشت، از جیهون عبور کرد. یادتون هست که اون صحنه که اینها رسیدن به جیهون و کشتیبان خلاص قیمت بالایی میگفت و اینها زدن به آب. ورا گیو خوانند پیل است و بس، گه رزم دریای نیل است و بس. چو بر زه به شست اندر آری گره، بدان ای فرود چو بر زه به شست اندر آری گره، خدنگت نیابد گذر بر زره. و این دیگه زرهش از اون شوخیان نیست که تو با تیر بزنی و اونم دوخته بشه به زین و به ترگ و به ترگ رومی و از این حرفا. این اصلا تیر تو از زره یه عبور نمی کنه. سلیح سیاوخش پوشد به جنگ، نترسد ز ژوپین و تیر خدنگ.
ژوپین از اون سلیح عبور نمیکنه و تیر خدنگ هم عبور نمیکنه. بکش غرق پیکان سوی اسب ران، بکش غرق و پیکان سوی اسب ران، مگر خسته گردد هیون گران. ببینید این حالتی که تیر میره و به حساب سوفار تیر یا اون نوک تیر، ببخشید ته تیر، سوفار یعنی ته تیر، سوفار تیر میرسه به گوش، چو سوفارش آمد به پهنای گوش، و سر پیکان میرسه به کمان. به این حالت میگن غرق، یعنی غرق شدن، انگار که مثلا شما فکر کنید تیر رو دارن مثل یه کشتی میبینن، مثل یه آدمی میبینن، و و کمان رو دارن مثل یه دریا میبینن، و این حالت بلعیده شدن تیر در کمان رو تعبیر میکنن به غرق. میگه بکش غرق و پیکان سوی اسب ران، اسبشو بزن، تازه بکش غرق، یعنی هرچه نیرو داری بذار تو تیرت، به خاطر اسبش هم همینجوری احتمالاً برگستوانی داره که تیر ازش عبور نمیکنه. مگر خسته گردد هیون گران، شاید که بتونی اسبشو بزنی، پیاده شود باز گردد مگر، کشان چون سپه بد بگردن سپر. و مثل ماجرای توس برای او اتفاق. فکر کنم رسیدیم به لحظه استراحتمون وسط برنامه مون و میتونیم یه خستگی در کنیم دوباره ادامه بدیم.